تاجیکستان مکتب موسیقی بجای مدرسه. اداره روحانی مسلمانان ازبکستان و 9000 سوم برای یک دلار. فیسب روسیه یک فعال تاجیک را دپورت میکند. طبق اطلاعی رادیو آزادی در شمال کشور حکومتی محلی بنای مدرسه را به مکتب موسیقی سپردند. در ناحیه خوالینگ بنای سابق مدرسه به نام حاجی انصاری به مکتب موسیقی محلی سپرده شد. مدرسه یگانه در منطقه کویلاب سال 2013 پس از قبول قانون نوی درباره دین بسته شده بود. چند پیش رئیس حکومت ناحیه خوالینگ پرویز اکرمزاده در کنفرانس مطبوعاتی اطلاع داده بود که بنای مذکور پس از گذرانیدن تعمیر به مکتب موسیقی سپرده شد. طبق گفته های او عین زمان دو دسته موسیقی کودکانه شش مقام و فلک به بنای سابق مدرسه کوچیده ایستادند. مدرسه به نام حاجی انصاری از زمان شورش قهرمان مردمی واسع از عصر 19 ارزی وجود دارد. یک بلند تو لیچه دینی کسبی یعنی هم گویم که باید اساس های دین شناس می شود و هم یکون کسبی هم بزن فقط آخر یادرست میکنیم که امروز در تاجیکستان با بهانه مبارزه علیه تروریسم تمامی مدرسه ها و دیگر دانشگاه های اسلامی فعالیتشان قطع گردیده است. پیش میدونستم پرزیدنت اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای چی میگیرد این مسجد هیچی نمیگیرد هیچی نمیگیرد دلار کوتارلیو خریدت هم کوتارلیوته. با سبب افزایش قربی دلار 9000 سوم برای یک دلار در ازبکستان اهالی کشور به تشویش آمد. از این رو حکومت کشور چون عادتی کوشش دارد با چاره‌های گوناگون مردم را آرام بکند. مشاهدان مقاله در سامانه رسمی اداره روحانی مسلمانان ازبکستان نشر شده را علاهیده قید نمودند. مقاله نشر شده تحت سرلوحه مذکور در این روزها فکری مردم به افزایش قربی دلار بند است. نرخ یک دلار 9000 سوم شده است. اکنون چی می شود؟ سپس مؤلف مقاله یکی از کارمندان اداره روحانی مسلمانان کوشش دارد به سؤال مذکور پاسخ دهد. او از جمله گفت که چنین سؤال در شخص پیدا می شود که توکلش به الله سست گردیده است. زمانی دلار وجود نداشت مردم از گرسنگی فوتیده بودند. آیا رزق هر یک بنده را دلار معین میکند؟ سوال میکند در مقاله کارمندی مفتیات. خبرنگاری خبرها با قاری نورالله از شهر تاشکند همصحبت شد. موضوع زیرین را چنین شرح داد. اگر به مسئله مقاله ها و معروضه های امام خطیبان کمیته نظارت دینی ازبکستان، علما ها و به دیگران آیم، کسانی که آنها را با دقت گوش می کند عیان می گردد که آنها بر اساس حق بر منفیت باطل برپا شده است. یعنی سخن های گفته شده حق است. آیات حدیث می باشد. اما چیزی در نظر داشته شده باطل است. برای راضی کردن حاکمیت از آیات و حدیث ها استفاده برده می شود. یعنی آیات و حدیث هایی که غضب حاکمیت را نمی آورد و به سیاست آنها مانع ایجاد نمی کند جمع نموده برای جان خود را حفظ کردن تأویل می کنند. بنابراین معروضه ها در نگاه اول درست و عجایب است، ولی با مقصد سفید کنی هر یک کاری حکومت از نگاه اسلام به کاری آنها قانونیت داده می شود و مردم را به اطاعت پوره آن دعوت کرده می شود. مونده قرنگانیزده جدا عجایب تویلدی، اما لیکن حقیقتن زمنده شویات هر جبهه ده بولده، خصوصا من دینی ساهمزده بوگن مو اصلاحاتلرنی سنب اداغی جدا. خدمات فدرالی امنیتی روسیه فسب برای دپورتاسیا نمودن فعال تاجیک خالف اسماعیل که از طرف حکومت تاجیکستان با سبب علاقه داشتن به گروه 24 در کافتوکاوی بین الخلقی اعلان شده است شروع نمود. اطلاع می‌دهد سامانه مرکزی حمایتگران حقوقی مموریال. خالف اسماعیل در ولایت ایوانوسک فدراسیون روسیه از سال 2011 این جانب زندگی به سر می‌برد. در سال 2012 او اجازه زیست گرفته است و مهلت آن تا سال 2022 می باشد. چهار فرزند و همسرش شهروندان روسیه می باشند. این الحال دومین مراتب است که حکومت تاجیکستان کوشش دارد خالف را به دست آورد. مراتبه یکم او در سال 2015 در شهر مسکو با درخواست تاجیکستان دستگیر شده بود و در بازداشتگاه موقتی 6 ماه گذرانید. ولی در سال 2016 پروکوراتورای جنرالی بازداد او را رد نمود.
در سال 2018 وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه به سند کاری خدمات فدرال امنیتی تکیه نموده اجازه استقامت خالاف را بیکار کرد که در آن گفته شده است تا سال 2057 به خالاف وارد شدن به قلمرو فدراسیون روسیه منع شده است. بر اساس قرار مذکور برای گرفتن شهروندی به خالاف جوابی رد داده شد و نسبت به او چاره‌بینی بازداد آغاز گردید. خدمات مخصوص به سؤال حمایتگری خالاف چرا وارد خالاف به قلمرو روسیه منع شده است پاسخ نداد و گفت که معلومات در این بابت مخفی می باشد. تمام کوشش های خالاف برای مباحثه نمودن قرار دادگاه بیهوده انجام یافت. در اول دادگاه ناحیه فرونزه شهر ایوانوا، سپس دادگاه ولایت ایوانوا دعوای او را قانع نگردانید. سنه 9 آگوست دادگاه عالی نیز قرار اولین دادگاه را به تغییر گذاشت. خالاف از طرف مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال 2015 برای علاقه داشتن به گروه 24 در کافتوکاو اعلان گردیده بود. خود خالاف علاقمند بودن خود را به گروه مذکور انکار می کند و اطمینان دارد عیبهای در علاقمندی به گروه 24 بوده را رژیم تاجیکستان برای فشار آوری نسبت همه نمود دیگر اندیشی استفاده می برد. سبب اساسی برای آغاز نمودن پرونده جنایی به عقیده خالاف اظهاراتی کرده او در سال 2015 در شبکه تاجیکستانی نو دو در برنامه موبیلی زلا گردیده است. در آن زمان او اظهار نموده بود که عین زمان در تاجیکستان زندگی آسوده بردن غیر امکان است. زیرا 23 سال می شود که کشور را امام علی رحمان اداره کرده می آید. گفته عقبانی کشور را از جهت اقتصادی زیر تنقید قرار داد. سیاست ضد اسلامی با تراشیدن ریش ها و بیرون راندن از مسجد، منع کردن پوشیدن حجاب و دیگر محدودیت های دینی عملی می گردد. خالاف رژیم کنونی تاجیکستان را آشکار تنقید می کند و می گوید که آن رژیمی دیکتاتوری است و برای مردم خطرناک است. او اطمینان دارد که در وطن او را جزای حبس، شکنجه و بهتان نمودن انسان‌های بی‌گناه با مقصد گرفتن نشان داد انتظار است. و گروه تروریستی روسی و